به نام خدا. سلام دوستان، میخوایم توی این جلسه با هم دیگه تاریخچه شرکت رو به صورت یک تایملاین افقی ایجاد کنیم. خب برای این کار از پلاگین تایملاین استفاده میکنیم. دو حالت داره، یک حالت افقی داره و یک حالت عمودی. خب برای استفاده از این پلاگین ابتدا باید اون رو دانلود کنیم و به کار اضافه کنیم. اکسترکت میکنم. یک فایل JS داره. یک فایل CSS داره. میخواد از این دوتا استفاده کنه به عنوان ارو. تصاویر رو میارم. مثل همیشه باید مسیرها رو اصلاح کنم. خیلی خوب، حالا باید اون HTMLی که به من پیشنهاد میده رو استفاده کنم. کپی میکنم. و این HTML رو کپی میکنم. برای هر تاریخچه ای یک دونه از این بلوک ها گذاشته. یکیشو پاک میکنم، مینویسم سال 1390. والا یک متن تکراری رو کپی میکنم، همین متن تستیمونیال استفاده میکنم، خیلی سخت نگیریم. اسپن یک پیم هم داخل تگ بولد 1390 یه تگ پی میذارم، یک مقدارش رو حذف میکنم که کوتاه بشه. از روی این کپی میگیرم، فقط تاریخش رو عوض میکنم. So
باش، ذخیره میکنم، ریفرش میکنم. خب به این صورت برام آورده چون هنوز جاوا اسکریپتش رو ران نکردم. روی جیکوئری کپی میکنم، چه مینویسم؟ تایم لاین مثل همیشه دیو دات لینکس رو میذارم. خب ذخیره میکنم و ریفرش میکنم. مشکلی که ممکنه پیش بیاد اینی که اینها با RTL گاهی اوقات مشکل دارن. یعنی اگر من هیستوری رو بگیرم، دایرکشن LTR و ریفرش کنم، تایملاین رو برام میاره. فقط کافیه یکی از این بلوک ها رو بگیرم، تایملاین کانتنت direction RTL و یه ایسه ای هم که برای تایتل گذاشتیم، text align center. یک پدینگ هم از بالا و پایین بهش بدم، چند پیکسل صفر که اوکی. خب به همین راحتی تاریخچه شرکت به صورت افقی ایجاد شد. عمودیش رو هم میتونیم اجرا کنیم، فقط کافیه به جای اون گزینه ها از این گزینه ها استفاده کنیم. خب به همین راحتی ما یک تاریخچه شرکت ایجاد کردیم. برمیگردم روی افقی اونطوری که میخواستیم باشه. جلسه آینده میخواییم راجع به خدمات ما صحبت کنیم و لیست خدمات رو نمایش بدیم.